آریانا افغانستان، یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. نام خداوند جان و جهان. دوستان ارجمند، هموطنان گرامی، با تقدیم سلام و ابراز تمنیات قلبی، پس از غیابت تقریبا یک ماه، بازم در حضور شما عزیزان قرار دارم و نگاه امروز سه‌شنبه هفتم جوزای سال 1398 هجری خورشیدی برابر با 28 ماه می سال 2019 میلادی را تقدیم حضورتان می کنم و بر اول معمول باستاب از بعضی روزنامه های خارجی از جمله نیویورک تایمز، اکانومیست و واشنگتن پست را برای شما گرد آورده ایم و در بخش روزنامه ها و جراید داخلی بخش از تبصره های مسیر، ویسا و سرخط را خدمت شما پیشکش میکنیم. سخن را از روزنامه پرتیراژ نیویورک تایمز آغاز میکنیم. نیویورک تایمز مقاله مبسوط نوشته. این مقاله با قلم دیوید زوکینو و خانم فاطمه فیضی در رابطه با اجتماع اسلامی افغانستان نوشته شده که در بخش از این مقاله می خوانیم. در فرهنگ اسلامی حتی دکته می شود که زنان چه بپوشند و چه نپوشند. رستوران ها پناهگاه هایی است که آنها می توانند با مردان بنشینند. این سنت ها که 18 سال از سقوط حاکمیت طالبان، حکومت که دختران در آن از مکتب باز مانده بودند، زنان در خانه زندانی شده بودند و مجبور بودند در جاده و خیابان چادری یا برقه بپوشند می گذرد. نیویورک تایمز می گوید هنوز هم بر زنان افغانستان این قوانین تحمیل می شود. زندگی در کابل برای حدیث، دختر 17 ساله افغان و متعلمه صنف 12 مکتب گاه اختناق آور می شود. باری حدیث به خاطر اظهار نظر یک مرد در باره پوشش غربی و میکاپش، یعنی آرایش رویش، رنجور شد، یعنی مریض شد. مرد پوشش غربی و نحوه آرایش حدیث را شرم آور خواند. یک زن میانسال او را به خاطر قدم زدن و گفتگو با همسنفش که یک مرد جوان بود نفرین کرد. وی گفت او به من چیزهای بدی گفت که من نمیتوانم آن را تکرار کنم. برای آرامش حدیث به کافه کوچک و دنج پناه میبرد. حدیث در حالی که روسریش را به دور گردن حلقه کرده و با دو پسر جوان در حال گفتگوست می گوید اینجا تنها جاییست که من در آن احساس آرامش و آزادی می کنم، حتی اگر برای چند ساعت هم که باشد. نیویورک تایمز در گزارش مبسوط خود اعلام می کند شهر کابل در 3 سال گذشته شاهد رشد رستوران ها یا کافه های مدرن بوده است، کافه هایی که به نماد از پیشرفت و تکامل زنان تبدیل شده است. در فرهنگ اسلامی که حتی دکته می شود زنان چه بپوشند و چه نپوشند، کافه پناهگاه هایی است که زنان می توانند با مردان بنشینند. این روزها مباحث و در کافه ها و جنجال ها در کافه ها بیشتر بر حول گفتگوهای صلح با طالبان می چرخد. زنان از این که از میز مذاکره با نمایندگان بنیادگرای طالبان کنار زده شدند نگران هستند. مریم، هنرمند 28 ساله که در کافه نماد از شجاعت و همچنان دلیری است، در حالی که سمپل یک چاکلیت را با دوست خود تقسیم می کند، می گوید که بسیار نگران است. ما از هم دیگر می پرسیم که چه اتفاقی خواهد افتاد اگر طالبان برگردند.
در این حال نیویورک تایمز میگوید آنان وقتی به کافه می آیند احساس آزادی می کنند. هیچ کسی در اینجا ما را به پوشیدن روسری مجبور نمی کند. بیشتر از زنان کافه نشین کابل در زمان حاکمیت طالبان نوزاد بودند. حالا آنها به سنین بلوغ که به جوانی رسیدند. حدیث هم یکی از آنهاست که تازه پا به 18 گذاشته. آنان پس از سقوط حاکمیت طالبان رشد کردند. زمانی که جوانان زیاد برای عبور از خطوط درشت و جامعه پدرسالارانه تلاش کردند. این زنان پا به پای تلفن امراه یا به گفته افغانی ها موبایل شبکه های اجتماعی وقت آزادی بیان پیش آمدند. آنان نمی توانند تصور کنند که به دوره سفت و سخت طالبان بنیادگرا، دوره ای که در آن زنان بزن داشتن رابطه عادی با مرد سنگسار می شدند برگردند. ای بسا که طالبان حالا نیز در مناطق تحت کنترلشان زنان را سنگسار می نمایند. فرهناز فروتن، خبرنگار 26 ساله و یک از مشتریان دائمی کافه، کارزاری را زیر عنوان خط سرخ من در شبکه های اجتماعی را انداخته است که از زنان می خواهد برای دستیابی به حقوقشان بیستند. عکس های او در فیسبوک در داخل کافی شاپ ها گرفته شده نشانه خط سرخ اوست. فرهناز در کابل کارزار کمپاین خط سرخ من است، کمپاینی که زنان را ترغیب می کند تا برای حقوقشان بیستند. جیم هاید بروک، خبرنگار نیویورک تایمز، از قول بانو فروتن گفته است که رفتن به کافه و حرف زدن با دوستان برای او نشاط آور است. بانو فروتن گفت او این آزادی را قربانی نمی کند، اما علاوه کرد که تمام این آزادی ها از میان خواهد رفت اگر نتیجه گفتگوهای سال برگشت طالبان به حکومت باشد. بانو فروتن می گوید من نمی خواهم که به عنوان خواهر و دختر کسی شناخته شوم، بلکه من می خواهم به عنوان یک انسان شناخته شوم. خارج از محوطه کافه ها پیشرفت به صورت دردآور در افغانستان کند است، به گفته خانم فروتن. و ای گفت حتی نمی توانیم امروز در جاده ها بدون این که اذیت نشویم قدم بزنیم. مردم به ما فاحشه، غربی و نسل دموکراسی خطاب می کنند. مفسر نیویورک تایمز در بخش از مقاله مبسوط خود می گوید در حالی که دو طرف چانه زنی می کنند جنگ شدت یافته است. به گفته سازمان ملل متحد سال گذشته مرگبارترین سال برای غیر نظامیان افغان بوده است. تعداد بمب‌هایی که نیروهای هوایی آمریکا در سال 2018 در افغانستان پرتاب کردند بیش از هر زمان دیگری در این جنگ بوده است. از مقاله نیویورک تایمز که بگذاریم میرسیم به تبصره جالب از روزنامه اکانومیست، معذرت میخواییم، از مجله اکانومیست چاپ لندن. مجله اکانومیست هم مقاله مبسوطی را در مورد اوضاع داخلی افغانستان به نشر سپرده. در بخش از این مقاله آمده است گروه از رانندگان میانسال که روی فرش رنگ پریده کنار موترهای لاریشان در قندهار، دومین شهر بزرگ افغانستان، نشستند و تفاوت میان طالبان و دولت را توضیح می دهند، با هم به اصطلاح گفتگو می کنند یا اختلاط می کنند. اکانومیست می نویسد محمد اکرم که لباس سیارنگی به تن دارد می گوید هر دو گروه از رانندگان یا دریوران موترها اخاذی میکنند، هم دولت و هم طالبان که نهایت خشونت آمیز برخورد دارند. اما وقتی طالبان او را در یک پاسگاه بازرسی متوقف کرد، پس از گرفتن پول برایش یک رسید داد. اکرم که مشت کاغذ سبز به دست دارد و در هوا تکان میدهد توضیح میدهد که چگونه طالبان مطمئن میشوند که جنگجویانشان از یک راننده دوبار پول اخذ نمیکنند. پس از این که او به گروه اول طالبان پول میدهد، میتواند با رسیدی که در دست دارد از ایستگاه های بعدی عبور کند.
سربازان دولتی برعکس بارها و بارها او را غارت کردند. اکرم میگوید که در امتداد مسیرش از هرات، شهر در نزدیکی سرحد با ایران به قندهار، او یک بار به طالبان پول میدهد، اما سربازان دولتی حداقل 30 بار از او پول میگیرند. افغانستان حدود 40 سال میشود که در باتلاق جنگ و درگیری فرو رفته است. اکانومیست اعلام میکند آخرین دور مذاکرات در قطر، جایی که طالبان در آن دفتر سیاسی دارند، در 9 ماه می با آنچه که ملیشه‌های نظامی طالبان آن را به عنوان برخی پیشرفت توصیف کردند، به پایان رسید. در حالی که دو طرف چانه‌زنی میکنند، جنگ نهایت شدت یافته است. به گفته سازمان ملل متحد سال گذشته مرگبارترین سال برای غیر نظامیان افغان بوده است. تعداد بمب‌هایی که نیروهای هوایی آمریکا در 2018 طوری که گفته آمد در افغانستان پرتاب کردند، بیش از 100,000 مین و بمب میباشد. با وجود این پشتیبانی، دولت افغانستان به تدریج در حال از دست دادن قلمرو است و در حال حاضر به سختی نیمی از خاک افغانستان را که 2/3 نفوس این کشور را در خود جا داده تحت کنترل دارد. طالبان مرتب پسته های پلیس و اردو را مورد تاخت و تاز قرار می دهند. شهرها نیز از حملات گاه و بیگاه طالبان در امان نیستند. هیچ نقطه از افغانستان کاملا امن نیست. در محافل و مهمانی ها در کابل پایتخت، افغان های ثروتمند و مایه‌دار جوک های تلخ و بعضی وقت ها بیمزه ای را درباره رسیدن قریب الوقوع جهادی ها به دم دروازه هایشان رد و بدل می کنند. منظور از جهادی ها یعنی جهادی های سابق نیست، بلکه آنها از ترس طالبان را نیز جهادی ها خطاب می کنند، در حالی که عده کثیرشان در مقامات بالای دولتی کار دارند. اکانومیست می گوید اینکه طالبان در حال برنده شدن هستند تا حد ناشی از شکایات و نارضایتی های مردم افغانستان است. 18 سال از ایجاد حکومت تحت حمایت امریکا در کابل می گذارد، اما این حکومت به گفته اکانومیست هنوز ناتوان از ارائه خدمات اساسی به مردم است. دولت افغانستان دستگاه امنیتی عظیم، بروکراسی بزرگ و تعداد زیاد تکنوکرات های تحصیل کرده غرب با لهجه امریکایی دارد، اما این دولت به گفته وزارت عدلیه ایالات متحده امریکا غالبا غیر قانونی، ضعیف و ناکارآمد عمل می کند. در برخی نقاط مکتب و کلینیک وجود دارد، اما معلمان که در این مناطق وجود دارند اکثرا معاش نمی گیرند و به ندرت سرکار حاضر می شوند، مانند وکلای پارلمان افغانستان. از سایر خدمات دولتی خبر نیست. چشمگیرترین بخش حکومت پلیس است که خود بیشترین دزدی و غارت را انجام می دهد. و حالا به آخرین تبصره بخش افغانستان در آینه مطبوعات جهان می رسیم، یعنی تبصره از روزنامه واشنگتن پست. روزنامه واشنگتن پست در مورد ماندن یا نماندن رئیس جمهور اشرف غنی در قدرت تمرکز کرده است. بنوشته روزنامه، با آنکه دوره کاری 5 ساله غنی هفته گذشته به پایان رسید، او به کارش همچنان به دلایلی که او خود ارائه کرده است ادامه داده و تعهد هم کرده است که با عنوان آورنده سال نامش را ثبت تاریخ افغانستان خواهد کرد. استر محکمه افغانستان در 21 اپریل اعلام نمود که رئیس جمهور اشرف غنی می تواند تا برگزاری انتخابات در قدرت بماند. استر محکمه ای که جز اوامر و دساتیر رئیس جمهور امر و دستور هیچ کس را نمی پذیرد. واشنگتن پست به نقل از مخالفان غنی و نامزدان ریاست جمهوری نوشته که گفتند اشرف غنی با این کار دوره کاریش را که به استدلال آنها مشروعیت آن از نخست زیر سوال قرار داشت تمدید کرد. رئیس جمهور در سال 2014 میلادی با میانجیگری امریکا روی سهیم ساختن عبدالله عبدالله به حیث رئیس اجرایی در قدرت توافق کرد و در نتیجه حکومت وحدت ملی به میان آمد. واشنگتن پست به نقل از احمد ولی مسعود، یک نامزدان ریاست جمهوری افغانستان، نوشته که میگوید در برابر غنی همه متحد هستند و اگر قدرت را کنار نگذارد، او و سایر نامزدان ریاست جمهوری مظاهره مشترک را راه اندازی خواهند کرد. حکومت افغانستان میگوید برایش تصمیم استر محکمه مهم است.
که بر اساس آن رئیس جمهور تا برگزاری انتخابات در قدرت میماند. دوستان ارجمند، هموطنان گرامی، از بخش افغانستان در آینه مطبوعات جهان که بگذاریم با بخش از تبصره های از روزنامه های داخلی و خارجی میرسیم که افزایش رویدادها و جرایم جنایتی در شهر کابل را بازتاب داده و تبصره های روزنامه های چاپ امروز کابل بازتاب همین موضوع است. از جمله روزنامه مسیر، روزنامه مسیر در مطلب تحلیلی تحت عنوان اوج فاجعه و بی‌ثباتی نوشته است که نامنی‌ها و حراس آرامش باشندگان کابل را برهم زده است و حراس، معذرت می‌خواهم، آرامش باشنده های کابل را برهم زده است. در مطلب آمده است که از آغاز سال جاری خورشیدی شهر کابل با موج از واقعات و جرایم جنایی روبروست. نویسنده مطلب علاوه میکند که در شهر کابل همه روزه در مربوطات حوزه های امنیتی حوادث ناگوار جنایی رخ میدهد و این وضعیت باشنده های این شهر را سخت نگران ساخته است. در مطلب آمده که شهر کابل به میدان جرایم جنایی برای گروه های مجرم مبدل شده و تاجران، علمای دینی، کارمندان دولت، خبرنگاران، مردم عام و حتی کودکان را میکشند. به نوشته نویسنده مطلب، اما حکومت برای جلوگیری از آن اقدامات لازم را انجام نمیدهد. نویسنده مطلب با اشاره به رویداد شب دوشنبه در شهر کابل که در آن 7 عضو یک خانواده به شمول کودکان کشته شدند نوشته است که مسئولان امنیتی از این واقعه صبح امان روز آگاه شدند و از آغاز بررسی ها طبق معمول سخن گفتند. دوستان ارجمند، هموطنان گرامی، جالب است شما میبینید که در افغانستان به این اندازه اوضاع خراب است که یک خانواده 7 نفره در خانه خود یا در منزل خود به قتل میرسند. در مطلب از نهادهای امنیتی خواسته شده که به امنیت شهر کابل توجه جدی کنند و روزنامه ویسا در مطلب تحت عنوان چرا اینجا هیچ کس مسئول نیست نوشته است که در افغانستان توطئه، یعنی شکار کردن انسانها، مطرح شده است. در مطلب با اشاره به کشته شدن 2 عالم دین در شهر کابل آمده است که این کار استخبارات خارجی است و با چنین کشتارها سعی می کنند صدای افراد تاثیرگذار را خاموش کنند. نویسنده مطلب علاوه میکند که همه میدانند کیها این کشتارها را انجام میدهند، اما با باور نویسنده حکومت در جلوگیری آن ناکام مانده است. و همچنان روزنامه سرخط نیز به همین موضوع پرداخته و در بخش از تبصره امروز خود نوشته است که پایتخت افغانستان به تصفیه عمومی نیاز دارد. روزنامه در مطلب تحلیلی نوشته است که در 2 سال گذشته بیش از 3000 واقعه جنایی در شهر کابل رخ داده و از آن قربانی میگیرد، یعنی مردم را قربانی میگیرد. در مطلب آمده است که مسئولان امنیتی به جای اینکه جرایم را ریشه کن سازند، پس از هر رویداد با گرفتاری افراد مظنون اقدامات نمایشی انجام میدهند. نویسنده مطلب میگوید که پلیس باید جرأت نماید و مجرمین را که آزادانه در شهر کابل گشت و گذار میکنند بازداشت کند. این روزنامه نیز پیشنهاد میکند که شهر کابل به خاطر جلوگیری از جرایم جنایی به تصفیه عمومی که تلاشی خانه ها، ثبت باشنده های شهر با سیستم بایومتریک، افزایش پوسته های امنیتی و برخی اقدامات دیگر شامل آن باشد نیاز دارد. دوستان ارجمند، هموطنان گرامی، و در اینجا می رسیم به پایان بخش افغانستان در آینه مطبوعات جهان و همچنان بخش از تبصره های امروز روزنامه ها و جراید داخلی. و طور که ما بارها گفتیم، بازم خدمت شما عرض می کنم که تبصره ها و موضوعات و مطالبی که در برنامه های از گپ گپ می خیزه و نگاه تقدیم حضورتان می شود با استفاده از مطالب، تبصره ها، روزنامه ها
و گزارش هایی است که در روزنامه های داخلی و خارجی به نشر می رسد. یعنی پس از این که من تبصره را به پایان رساندم، باز شما مثلا با هم تبصره خواهید کرد و خواهید گفت که ما بخش از این مقاله را در یک جای خواندیم. درست است، شما بخش های زیادی از این مقاله ها را در یک جانه که در جاهای متعدد مشاهده کردین و مورد مطالعه قرار دادین. البته موضوع امروز موضوع بسیار جالب است، یعنی سکس در ارگ ریاست جمهوری تحت زعامت دکتر محمد اشرف غنی احمدزی. موضوع اخاذی ها و سوء استفاده های جنسی در ارگ ریاست جمهوری که از سوی دو تن از مشاوران پیشین اشرف غنی رئیس جمهور حکومت وحدت ملی و مشاور سابق حنیف اتمر مطرح شده، بحث اصلی در فضای مجازی و بسیاری از رسانه های داخلی و خارجی است. این مسئله واقعا حساس و پیچیده شده و نباید با آن به گونه احساسی برخورد شود. اگرچه در وقت حکومت آقای کرزی هم اوضاع از حالت فعلی بهتر نبود، اما در آن وقت آنها از نقطه نظر استخباراتی به اصطلاح ید طولایی داشتند، استعداد زیادی داشتند، همه در حالی از ابهام در نزد مردم قرار می دادند، در حالی که دفتر خود آقای اتمر هم جای مسئول برای خانم ها، مخصوصا خانم های زیبارو نبود. از گپ نخیزه، من هم سند دارم و هم مدرک. در اینجا پای آبرو و عزت افراد زیادی در میان است که مبرا از چنین اتهامات می توانند باشد. باید متوجه بود که نباید از آن حربه به دست تندروان و مخالفان زن داد، زیرا در کنار این که نمی توان نسبت به ادعاهای مطرح شده با قاطعیت ابراز نظر کرد، اما رد آنها هم خالی از اشکال نخواهد بود. موضوع استفاده جنسی از زنان در ساختارهای حکومتی همواره و حتی در حکومت‌های مختلف وجود داشته است، اما در 18 سال گذشته که مناسبات سیاسی در کشور دگرگون شد، استفاده های جنسی نیز شکل و ساز و برگ دیگری به خود گرفت. بارها گزارش های مبنی بر استفاده های جنسی از زنان شاغل در اداره های نظامی و غیر نظامی کشور منتشر شدند که اعتنای چندانی با آن صورت نگرفت. اگر آن روز که علیه یک شخص ادعای صورت گرفت آقای کرزی رسیدگی میکرد، امروز گپ به اینجا نمی رسید. یک بار تصاویر یک از جنرالان در این مورد در فضای مجازی دست به دست شد، ولی این که واقعا با این فرد چه برخورده صورت گرفت، کسی از آن چیزی نمیداند. یک از رسانه های کشور مدت طولانی به نشر گزارش های مبادرت ورزید که از اخاذی های جنسی در اداره های دولتی خبر میداد، ولی برخورد نهادهای مسئول با این گزارش ها هرگز بازتاب نیافت. آنچه من صحبت میکنم تنها دوره یا در برگیرنده دولت حکومت وحدت ملی اشرف غنی و عبدالله نیست، بلکه دوره 13 ساله حکومت کرزی را هم در بر میگیرد. عدم عکس العمل حکومت ها به این گزارش ها نشان میدهد که برای مقام های حکومتی بحث های اخلاقی در نهادهایشان بس جدی نبوده، و یا شاید خودشان از کسانی بودند که به این گونه اخاذی ها تمایل داشتند. اما حالا دو تن از نزدیکان آقای غنی از سوء استفاده سیستماتیک در ارگ ریاست جمهوری عالی ترین نهاد قدرت در افغانستان خبر می دهند. طرفداران آقای غنی دیگر نمی توانند کدام استدلالی را مطرح بسازند مبنی بر این که آقای غنی خودش در این کار شامل نیست. اما باری من گفته بودم که آقای غنی نباید در مسافرت ها دختران 10 ساله، 11 ساله و حتی پسران 10 ساله یا 11 ساله را در آغوش بگیرد و روحهای آن را و روحهایشان را ببوسد و آنها را مورد نوازش قرار دهند، زیرا در کشورهای غربی ما میفهمیم که به چی میگویند. به این میگویند که استفاده جنسی یا چایلد ملست. سخنگوی ارگ ریاست جمهوری طبق معمول این اتهام ها را کذب محض و برخواسته از عقده های شخصی این افراد خوان که به هیچ صورت نمی تواند توجیه خوبی برای آن تلقی شود.
اما تصادفا من شخصا آقای احمدزی رئیس سابق امنیت ارگ ریاست جمهوری را از نزدیک میشناسم. انسان شریف، نجیب و یک مسلمان بسیار واقع‌بین و راستگوست. حتی باری من با او برای مدت یکی دو ساعت همسفر بودم. در همین حکومت یا در همین وقتی که آقای غنی رئیس جمهور افغانستان بود و بارها آقای احمدزی از کارهای آقای غنی حتی خجالت میکشید و میگفت که عشق شرم، معذرت میخوایم، عرق شرم در جبینم بعضی وقتها جاری میشود. برصورت دوستان ارجمند، هموطنان گرامی، قبل از اینکه بیشتر در این مورد صحبت کنیم میپردازیم به یک گزارش ویدیویی که از نزدیک میبینیم و تا دقایق دیگر برمیگردیم. با ما باشید. سر و صداها در پیوند به وجود فساد اخلاقی در کاخ ریاست جمهوری به نشست شورای وزیران هم رسیده، نه به عنوان یک بحث حاشیه‌ای بلکه به عنوان یکی از بحث‌های داغ. رئیس اجرایی حکومت بحث وجود فساد اخلاقی در کاخ ریاست جمهوری در وضعیت کنونی سیاسی و امنیتی کشور را مایه تأسف می‌خواند و تأکید دارد که این اتهام‌ها جایگاه زنان را به شدت صدمه خواهد زد، هرچند قضاوت در مورد این اتهام‌ها را پیش از وقت می‌خواند. جای تأسف است که در شرایطی که مردم افغانستان در چه وضعیتی به سر میبرند، همچو سر و صداهای هم و همچو مسائلی هم میتونه وجود داشته باشه. البته ما قضاوت نمی کنیم در مورد نامه گرفته شده در اینجا، مسائل بحث شده، اما ما هم به این رای حل باید که باز رای حل این نباشه که همون کسی که پیام رسانده امور جذاب. عبدالعبدالله می خواهد این اتهام ها به گونه مستقل و بی‌طرفانه بررسی شوند. این مسئله باید به صورت مستقلانه رسیدگی صورت بگیره و برخورد سیاسی با این مسئله نشه تا مو اعتماد و اعتبار را که مردم افغانستان روی نظام باید داشته باشند دوباره اعاده شوند. رئیس اجرایی حکومت همچنین میگوید باید انتخابات ریاست جمهوری در زمان تعیین شده برگزار شود و به نگرانی های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هم پاسخ داده شود. طرز روش و رفتار و اجراءات حکومت متفاوت باید باشه که هیچ نوع سوالی در مورد استفاده کمپاینی از امکانات حکومتی دولتی ایجاد نشه. اتهام وجود فساد اخلاقی در ارگ از سوی مشاور پیشین امنیتی ریاست جمهوری مطرح شد، اتهامی که ریاست جمهوری آن را رد کرده و از دادستانی کل خواست که از حبیب الله احمدزی بخواهد این اتهامش را ثابت کند. حالا این اتهام واقعیت داشته باشد یا نه، واقعیتی که این اتهام ها در پی داشته است این است که شمار زیادی از مردم نگران آینده زنان در سیاست شدند. قرار است فردا از 100 سال روز روابط دیپلماتیک از ارگ ریاست جمهوری و تحت رهبری آقای اشرف غنی بدون شک انتظار بیش از این هم نمی رفت که در برابر این گونه گزارش ها عکس العمل منطقی و مسئولانه نشان دهد. چنانچه شما اظهارات آقای چخانسوری را حتما از طریق تلویزیون های داخلی شنیدین. اما متاسفانه تلویزیون های داخلی هم به مرور زمان میره که حکومتی شوند، خارجی بودن حکومتی شوند، چنانچه مدیر مسئول یا رئیس یا بهتر است بگویم مالک کانال یک یا چینل یک بیس وزیر مخابرات مقرر شد، شما اطلاع دارین، و چند روزنامه نگار دیگر هم بیس والی و وزیر انتخاب شدند. من نمیدانم دلیل این کار آقای غنی چیست، یعنی خریداری یک عده افراد و اشخاص تاثیرگذار در جامعه مخصوصا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری. واضح است چیزهایی هست که حتما شما خود میدانین که در افغانستان چی میگذرد. آقای هاشمی نه گذشته یا بهتر است بگم نه سابقه ژورنالیسم داره، نه در کدام رادیو کار کرده، نه در کدام تلویزیون کار کرده، و فقط پولی که از درک قراردادهای خارجی ها به دست آورده مخصوصا امریکایی ها
یک تلویزیون افتتاح کرده، چنانچه تلویزیون طلوع هم در رأسش کدام ژورنالیست یا کدام شخص نیست که تجربه کافی در ژورنالیسم یا رادیو تلویزیون داشته باشه. به همین شکل تلویزیون آریانای آقای بیات، به همین شکل است تلویزیون تمدن است، تلویزیون نویفم نورین است، تلویزیون محقق است، نویفم تلویزیون فلانی است، تلویزیون سیاف است، و در این وقتا در این اواخر هم تلویزیون گلبدین حکمتیار هم به نمایشات جالب خود آغاز خواهد کرد. همه فقط چون در شرایط فعلی اینا نمیتانند اسلحه جمع آوری کنند بیش از این، در حالی که این احزاب اما احزاب سیاسی نظامی هستند، و یا ای که اینا نمیتانند از نگاه از میله تفنگ با مردم صحبت کنند، بنان اینا این تلویزیون ها را افتتاح کردند، تأسیس کردند و نو در خدمت به مرور زمان از خدمت خارجی ها درآورده و در خدمت گویا مقامات زی نفوذ یا زی دخل در امور کشوری قرار دادن. چنانچه تلویزیون طلوع هم توسط آقای غنی خریداری شده، تلویزیون یک هم توسط آقای غنی خریداری شده، آقای محقق خودش تلویزیون داره که در خدمت حکومت است، معاون دوم دکتر عبدالله است، خلیلی هم رئیس شورای عالی صلح است، سیاف هم از متحدین تازه آقای غنی است، و آقای وزیر خارجه صلاح الدین خان ربانی هم تلویزیون نوری نداره که وزیر خارجه افغانستان است، و مرد چی میگن شوخ و شنگ و خوش لباس و خوش قیافه آقای کریم خرم رئیس دفتر آقای کرزی هم، ایشان هم تلویزیون کابل نیوز دارن. به این ترتیب اگر قرار باشه که من لست نام نویس تلویزیون ها رو برای شما اعلان کنم، هیچ تلویزیونی که در افغانستان مسئولیتش به یک شخص ملی تعلق داشته باشه با درد و دریغ و سوگوارانه که وجود نداره. بر صورت نهاد ریاست جمهوری افغانستان هرگز در برابر واقعیت هایی که در جامعه وجود داشته موضع مسئولانه نگرفته است. اگر مسئله بسود آن بوده از آن بهره برداری سیاسی کرده، ولی اگر موضوع در مخالفت با آن بوده به آسانی و در یک جمله آن را رد کرده است. خدای نخواسته احکام یا بیانیه های ریاست جمهوری افغانستان حکم قرآن را ندارد که هر کس آن را قبول کند. واقعیت های دردناک در افغانستان امروز به مشاهده میرسه، اما سخنگویان یا دروغگویان حکومت رد میکنن. یعنی کس قبول میکنه که جناب سخنگویان که من آنها را دروغگویان میگویم آنها تایید کنن و یا تردید کنن؟ نه خیر. بارد کردن موضوع نمیتوان واقعیت و یا عدم واقعیت آن را ثابت کرد. واقعیت و عدم واقعیت موضوع زمانی ثابت میشود که از سوی نهادهای بی‌طرف و مسئول مورد ارزیابی دقیق و موشگافانه قرار گیرد و صحت و سقم آن ثابت شود. این که در ساختارهای حکومتی نگاه ابزاری به زنان هنوز حاکم است، آن را هم نمیتوان انکار کرد. بسیاری ها در رده های بالای قدرت به زنان چنین نگاهی دارند. گاهی موقعیت های حکومتی به این افراد فرصت میدهد که با آسانی از زنان استفاده های جنسی کنند. اگر یک خانم در یک تلویزیون، من همه را حکم نمی کنم که تمام خانم ها، اگر یک خانم که کم ناز و کرشمه هم بلد باشه و از چهره زیبای هم برخوردار باشه و بخواه وکیل در شورای ملی افغانستان شوه بدون اینکه کدام تجربه داشته باشه و یا ای که علاقه به مسائل حقوقی داشته باشه، فقط مسائل پولی مطرح نباشه، اگر او بخواه وکیل شورا شوه از کدام را میتونه وکیل شورا شوه؟ شما میفهمید او بیچاره پول کافی در اختیار نداره، او باید به قدرت متوسل شه، یعنی به افراد و اشخاص با نفوذ. و بازم تکرار میکنم که این اولین بار نیست که در حکومت وحدت ملی اشرف غنی کار صورت میگیره. در وقت آقای کرزی هم بسا نمونه های را من در اختیار دارم با سند و مدرک که فعلا از بازگو کردنش من خجالت میکشم. این یک واقعیت است، اگر نیست مرا اصلاح بسازید. برخی از زنان به دلایل مختلف
و از جمله مجبوریت های اقتصادی که وجود دارد وادار می شوند که به عنوان ابزار جنسی از آنها سوء استفاده صورت گیرد. ولی باید متوجه بود که خوب متوجه باشین میان روسپیگری به عنوان یک پیشه و استفاده جنسی تفاوت بسیار وجود دارد. کسانی که تن به روسپیگری دادن حالا به هر دلیل و تحت هر شرایط آن را به عنوان یک پیشه می بینند. در تمام جامعه انسانی پدیده روسپیگری وجود دارد، حتی در همان کشورهایی که از نظر قانونی روسپیگری ممنوع اعلام شده است، به شمول ایالات متحده آمریکا. گزارش های متعدد از زمان طالبان نشان می دهد که پدیده روسپیگری حتی با وجود مجازات های سخت این گروه در افغانستان از بین نرفته بود. در محاکم کشور از زمان طالبان دوسیه های زیادی وجود دارد که نشان دهنده پدیده روسپیگری در جامعه اند. به اساس گزارش روزنامه پرتیراژ نیویورک تایمز که تقریبا 3 ماه پیش به نشر رسیده بود، تنها در منطقه دارالامان کابل یا قسمت پل سوخته کابل در حدود و کارت پروان در حدود بیش از 40 روسپیخانه وجود دارد که از این جاها نه تنها استفاده جنسی به عمل می، بلکه در فروش مواد مخدر و همچنان توزیع اسلحه به مخالفان حکومت افغانستان فعالیت های زیادی انجام می دهند. سوء استفاده جنسی به معنای روسپیگری نیست. شاید ادعای سرانجام به روسپیگری روی بیاورند، ولی از نظر مفهومی روسپیگری و سوء استفاده جنسی دو موضوع جداگانه می باشند. خلط این دو مبحث باعث سردرگمی و ایجاد سوء تفاهم های زیادی در جامعه عقب مانده افغانستان خواهد شد. متاسفانه در جامعه افغانستان به دلیل فضای سنتی و مذهبی حاکم بران سخن گفتن از این پدیده ها کار آسان نیست، اما باید در مقام تفکیک نسبت به این دو پدیده نگاه متفاوت داشت. سوء استفاده جنسی مذمومترین وسیله برای ارضای غریزه جنسی مقامات دولتی است. آنانی که دست به چنین عملی میزنند در تمام جامعه و به ویژه جامعه افغانستان که به شدت جامعه سنتی و مذهبی است مورد نفرت و انزجار عمومی قرار می گیرند. اما برای اگر رئیس جمهوری مشکل است که بتواند با آسانی خود را از چنین اتهامات مبران نشان دهد. بدون شک کسانی که چنین ادعایی را مطرح کردند پنها در پی انتقام گیری نبودند، چرا ادعایی بخواهند چنین اتهامات شنیع را به کارمندان عالی رتبه حکومت وارد کنند. می گویند تا نباشد چیزه که مردم نگویند چیزها. این ضرب المثل معروف گویای وضعیت میتواند باشد که حالا ما در افغانستان با آن روبرو هستیم. حتما حرف و حدیث های وجود داشته که این افراد به پرده برداری از آن اقدام کردند. این افراد ساده نیستند. آنها در موقعیت های حساس قرار داشتند و بدون تردید از مسائل باخبر بودند. اگر ارگ از کنار این قضیه و سایر قضایا به سادگی مثل همان قضیه جنرال و یا موارد از این دست که در پلیس کشور برملا شد بگذرد، بدون تردید خود را در مخاطره عظیم قرار داده است. ضرور است که هیئت با صلاحیت از افراد از نهادهای مدنی، احزاب غیر نظامی و شخصیت‌های تاثیرگذار در جامعه و روحانیون که واقعا روحانی باشند و صلاحیت لازم داشته باشند این موارد را مورد بررسی موشگافانه قرار دهند، نه چون گذشته که با اتلاف وقت و روپوش گذاشتن بر واقعیت ها آن را کتمان کنند. این موارد می تواند حساسیت های زیادی را برانگیزد و جامعه را نسبت به سازوکارهای سیاسی موجود بی‌باور کند. قضیه تنها فساد اخلاقی نیست، بل تبعات است که میتواند به کل جامعه در تمام حوزه ها تسری یابد یا سرایت یابد. کار با فقط زنان در جامعه به شدت در جامعه افغانی، در جامعه سنتی و جامعه مذهبی و به شدت سنتی بسته و مرد سالارانه چون افغانستان
راه پرپیچ و خم، راه پر از تحقیر، توهین، زخم زبان، آزار و اذیت و هزاران مشکل و تهدید است. گذشتن از این مسیر دشوار و ناهموار کار سهل برای زنان نبوده و نیست. گاهی مبارزه با این دشواری ها چنان طاقت فرساست که برخی از زنان گوشه امن خانه را بناچار ترجیح می دهند و از نیمه را بر می گردند. جمع اما شجاعانه به پیش می روند و استوار از صد مشکلات عبور می کنند. این سفر برای هیچ زنی در افغانستان خالی از خطر نیست. سفرنامه زندگی یک زنانی را که در تلاش ساختن یک جامعه انسانی در افغانستانند می شود خواند. می شود در کتاب بلند نوشت، کتاب پر از قصه های هر روز تلاش، هر روز زحمت و تپیدن، افتیدن و برخواستن، متانت و ایستادگی، کتاب قصه های مشترک زنان افغان یا زنان افغانستان که فعلا مکزی خانم ها را که در ایالات متحده امریکا میشناسم خانم روزبه هست. خانم روزبه با وجودی که مامور حکومت امریکاست، یعنی در صدای امریکا کار میکنه، اما من مشاهده میکنم و میبینم که با جرأت و شهامت عام و تام از زنان افغان دفاع میکنه، بدون اینکه این مسئله مطرح باشد که او به اصطلاح کارمند یک اداره خارجی است. و مشکل دیگر هم مشکل خود ما افغان هاست، یعنی ما خود ما بر خود مشکل خلق میکنیم. ما به یکی از کشورهای اسلامی نه به دو کشور اسلامی در ماه مبارک رمضان تصادفی سفر داشتیم. در هر دو کشور پس از صرف روزه، یعنی پس از اینکه روزه افطار میشه و پس از اینکه نماز شامگاهی رو میخوانند، اینها به رستوران ها میرن، اینها به کافه ها میروند، آنها حتی به تئاتر ها و به سینما ها میروند، برای اینکه همین شب های ماه مبارک رمضان اینا به سهولت سپری کنند تا باشد که خستگی روزه جاگزینش ای تفریح سالمه بسازن. اما متاسفانه در جامعه که افغان ها گویا مهاجر شدن، حتی فرهنگ خود را هم فراموش کردن. ما میبینیم هر چیز ما عزاداری شده. به عوض ای که من خودم به حیث یک مسئول یک تلویزیون متاسفانه در برابر خواستهای بعضی از همکارانم ناگزیر است و مهر سکوت بر لب بزنم، در حالی که ما نباید به سراغ خرافات بریم. ما باید مبارزه کنیم. امروز زنان مثلا مثل خانم فروتن در داخل افغانستان و صدها زن دختر دیگر در شرایط فعلی افغانستان با خرافات و با بنیادگرایی اینها مبارزه میکنند، اما ما که در ایالات متحده امریکا از خیرات سر دموکراسی کشور و کمکهای باد آورده و باد آمده یا به صورت ای که از طریق حکومت امریکا به دست میاریم به نام کمکها یا تقاعدی یا ای که کار میکنیم، یعنی همه پولی که ما به دست میاریم این پول حرام نیست، پول حلال است، حلال کلتان باد. اما ما باید با خرافات مبارزه کنیم. ما نباید به دنبال آنهایی بریم که امروز افغانستان به قرون استا اینا برگشتاندن. کار را که طالب در افغانستان میکنه ما نباید در امریکا کنیم. حتی سیاسیون ما امروز مراعات میکنن گپای سیاسی میگن نزنیم، برای اینکه خدای نخواسته ناشکه هم اصطلاح خودم است که از گپ بخیزه. بنان توصیه ما، خواهش ما، تقاضای ما از افغانهای ما، از افغانهای عزیزی که در کشورهای اروپایی و امریکا زندگی میکنن همیست که اینها باید به جنگ سیاهی بروند، اینها به جنگ ظلمت برند، به جنگ تباهی برند. تباهی ناشی از خرافات و بنیادگرایی است. هر نوع بنیادگرایی باشه، هر نوع مذهبی که باشه، بنیادگرایی در هر مذهب و در هر آیین باید در نزد ما مردود باشه، خواه یهودیت باشه، خواه مسیحیت باشه و خواه دین ما که دین مقدس اسلام است باشه. من امیدوار هستم کس از ما خفه نشه، برای که ما چندین بار این مسئله را مطرح کردیم. ما باید با جنگ خرافات بریم، ما باید مبارزه بکنیم. برشورت دوستان ارجمند، هموطنان گرامی، با آنچه گفته آمد صحبت امروز ما به پایان میرسه. میریم به سراغ تلفن های شما دوستان و عزیزان و ما بسیار معذرت میخوام، معذرت از این میخوام که مشکلات زندگی چنان مرا احاطه کرده که من اکثر وقت غیر حاضر هستم و در آینده هم به می شکل خواهد بود. ای که
با کوهی از مشکلات من سر به گریبان هستم، مشکل خودم است و مربوط خودم میشه. بنابراین در حل این مشکلات هم من خودم باید کوشا باشم. نه کس به کمک آدم میشه تابد و نه کس میتونه مشکلات من حل و فصل کنه و نه جای عزیز که آدم مشکلات شخصی خود در تلویزیون ها یا در رادیو ها یا در مطبوعات به اصطلاح همگانی بسازه. میریم به سراغ تلفن های شما دوستان و عزیزان. تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمایید. بر شما سلام احترام تقدیم میکنم بیننده گرامی. بسیار معذرت میخوام، معذرت امروز پر حرفی کردم برای اینکه عقده های داخل خارج در دل ما گفتی مردم خانه کرده بود و ما خواستم به یک شکل تقدیم حضور دوستان ارجمند کنم. مسکینیا صاحب شکر شما را صحت سلامت باد دوباره بخیر. مهربان هستین. مسکینیا صاحب تبصره بسیار مقبول برای انداختین. ما یک چیزی در سیاست چون گفتی شما نو پامانده هستم یک کمک از تحلیل ها نه خواهش میکنم خواهش میکنم شما میاموزم، مگر در مقصر حساسی پیش ما همین سیاست دوری امریکا هست. کاملا شما متوجه شوین که با یک دست خود میدنه با یک دست خود نقصان میکنن. اگر فرض مثال دشمن ملت افغانستان است، شما ببینین امی نارامی ها را امی پافشاری رئیس جمهور را اگر وقت زور بیاید با دکدان جانگیری رایی میکنن که مسئله را حل کنن، مگر وقت انتخابات میشه تمام مردم نادیده میگره، وقت نارامی ها قتلای قبول میشه، این دورای آخر دکتر نجیب بیادتان هست امیر کاملا بود و شما امیدوار هستم که از تحلیل و ارزیابی قوی داره این امیره برای ما تشریح کنه که امریکا از افغانستان و از کشورهای همسایه افغانستان درست هست که در بعضش منافع اقتصادی کنم از افغانستان مخصوصا چی میخواه؟ ما خوی سیاست در گاهی پایین میبینیم گاهی بالا میبینیم گاهی میانه رو میشه امریکا گاهی میخواه که دیموکراسی را ضربه بزنه گاهی یک کس را تیرولوس میسازه چند وقت جایزه میمونه باست با او صلح میکنه و اطلاف میکنه یک گروه دیگه را فرض مثال حال پشتش افتاده وقتی که یک دن دانه پایین آمد از صحبتهای آقای کرده بیشتر مده خبرها شنیدم که در مورد خوب نظر داشت که روس امریکا متحد شون افغانستان آرام بسازن. خود امریکا چی میخواید سه بمی سیاست اگر لطف کنیم برای ما تشریح کنیم کمی از این خواب ما بیشتی بیدار شدیم. هر روز میبینیم یک روز یک سیاست ایره کم هست، یک روز در قطر هست، یک روز در افغانستان هست، یک روز جواب میدن، یک روز نمیخواین، یک روز سپاه رایی میکنن، یک روز سپاه را میخواین. این همی سیاست اگر لطف کنیم برای ما. زنده باشیم. متاسفانه که سیاست ایالات متحده امریکا در قبال افغانستان، نه تنها در قبال افغانستان بلکه در قبال اکثر کشورها، ناشی از سیاست خود امریکاست، یعنی تلون، دورنگی و درویی. بعض وقتا اینها منافع خود در چیزهای سراخ میکنن که به زعم خودشان او کوتاه‌ترین راست برای رسیدن به هدفشان. اونا هم او سیاست اتخاذ میکنن، پس از چندی که میبینن مثل که مذاکراتشان با طالبا به نتیجه نرسید، حالا باز داد از دموکراسی میزنن و داد از حقوق زنان میزنن. در حالی که من چیز براتون واضح میگم، اگر امریکا به اهداف خود برسه و اگر امریکا منافع خود در نظر بگیره که 100% میگیره 99% هم، در اون صورت و اگر قرار باشه که با رفتن دموکراسی یا با از بین رفتن دموکراسی و آمدن طالبا ای اهداف و ای خواسته ها و ای منافع رقم بخوره، در صورت ایالات متحده امریکا نه پشت حقوق زنان در افغانستان میگردن، امریکا نه در پشت یا در فکر عزیز که دموکراسی چطور نهادی نمیشه، امریکا نه در فکر فساد اداری است، میگذاره مملکت دمی رای کس دمی را روان باشه، این مملکت غرق فساد شوه، این مملکت غرق نارامی شوه، غرق بیچارگی مردم افغانستان شوه، فقط اینا به اهداف خود برسن. اینمی ایره شما فقط گفته مردم آوازی گوشتان بسازین و فکر کنین که ما آنچه خدمت شما عرض میکنم
این برداشت ما نه تنها از امروز و دیروز و فرداست، بلکه از چندین سال، مخصوصا از 2 سال یا 3 سال اخیر به این طرف است که ما به این فکر افتادیم که و به این نتیجه رسیدیم، به این فکر نه، به این نتیجه رسیدیم که ایالات متحده آمریکا برای رسیدن به اهداف خود و برای حفظ منافع خود هر نوع قربانی که به دسترسش باشه، حتی تا 10,000 قربانی عسکر خودم ای به دوش میگیره. اینو شما آویزی گوشتون بسازین. و ما در مورد آنچه آقای کرزی فرمود، ای کاش آقای کرزی بایسی یک ریش سفید هم نیست، خود ریش سفید میگه که من بر صورت بایسی یک آدم با تجربه، کسی که 13 سال رئیس جمهور ناکام افغانستان بود، کسی که تجارب بسیار زیاد دردناک را آموخته، این آدم بایسی یک شخص بی‌طرف این مسئله را مطرح کنه که ایالات متحده و روسیه یا فدراتیو روسیه با هم بشینن و راه حل مناسب بر افغانستان پیدا کنن. اما ای کاش که پیدا کردن این رای حل مناسب بازم منجر به برگرداندن شخص آقای کرزی نشه، که آقای کرزی بخواه خود به حیث خلاصگیر وارد معرکه یا وارد میدان سیاست کنه و بگه که نه، من روسام قبول کرد و امریکام قبول کرد، بنابراین من یک 13-14 سال دیگه هنوز سنم به 60 نرسیده، من تا 13-14 سال دیگه هم رئیس جمهورتان می باشم. کار که اشرف غنی کرد شما ببینید، به خدا واقعا قابل گریان است. اما شما نمیگین مردم افغانستان، نیف مفسر و مبصر و سیاستمدار نمیگن تا کی بود در حدود 300 سای منصبه که اکثرشان تعلیم یافته بودن و اینا ارکان حرب بودن، اینا رو به سقاوت سوق داد آقای اشرف غنی و گفت که اینا سنشان 65 ساله شده، اما خودشان که وارد تقریبا 71 سال عمر خود میشن، خودشان بازم اشتیاق یا علاقمندی به این دارن که یک دوره دیگه هم رئیس جمهور افغانستان باشن، کل مختار افغانستان باشن، تا آنچه که خودشان ادعا میکنه، یعنی افغانستان میتونه در تحت زعامت اشرف غنی 71 ساله که بعد از 5 سال 76 ساله خواهد بود، به صلح و سلام و آرامش دست پیدا کنه. کل مردم افغانستان یادم تقاعد داد به نام جوانگرایی، چی جوانای بی تجربه را آورده. شما یه وکلای شورا را ببینید، جز زیبایی خداداد، خدا بر از اینا زیبایی داده، مخصوصا برای 3-4 نفر از اینا، اینا فقط در تلویزیون اطلاع یکی دو تلویزیون، اینا یکی دو سال اینا مثلا یا 4 سال تجربه داشتن، در حالی که 5 سال پیش اینا یا از ایران آمدن، اکثرشان از ایران آمدن. و اینا آقای رحمت الله سکن از گپ میخیزه، آقای رحمت الله نبیل سابق رئیس استخبارات یا امنیت ملی افغانستان میگه ما اسناد مربوط به رابطه یک از وکلای فعلی که تازه به دوران رسیده را با سایر اسناد مبنی بر تقلب در انتخابات ریاست جمهوری گذشته سال 2014 و آنچه را که ما در اختیار داشتیم، این ما تسلیم دولت افغانستان هم کردیم و تسلیم خارجی ها هم کردیم. اما چطور امکان داره که یک دختر جوان 28 ساله 11 بار سفیر بریتانیای کبیر در افغانستان این ملاقات کنه و پس از 11 بار ملاقات این رئیس جمهور مزرد وکیل پارلمان افغانستان شوه و بگه که ما با رای پاک و سفید وارد اولوسی جرگه افغانستان شدیم؟ من نام نمیبرم. یعنی این چیزا رو شما مشاهده کنین، واقعا از امریکا آدم دل سرد میشه. امریکا فقط به خاطر منافع خود هر چیزی که درش بخواد، به خود طفل 12 ساله را اگر درشان بخواد، اینا هم وکیل شورا میسازن، هم وزیر میسازن. همین گماشتن وزیر فعلی مخابرات، او وزیر مخابرات گذشتهش هم آدم روانی، آدم مریض بود که من فیسبوک بسته میکنم، این کارا میکنم، این بچه ها که دیگر یک کمیشنکار یا قراردادی میدان هوایی بگرام اشرف غنی آورده وزیر مخابرات ساخته. شاید فردا پس فردا آقای بیات قبلا سناتور هم بودن و آجیم شدن و دکتر هم شدن و به مقامات بالا رسیدن، شاید استعدادش هم داشته از نقطه نظر پولی. اما تا چند سبای دیگه ببینید، یک ده شاید چی میگن مدیر مسئول یا صاحب یا مالک تلویزیون تروم وزیر شود. یعنی کابینه افغانستان متشکل از صاحبان تلویزیون هایی شوند که اونا آقای غنی را باید کمک کنند برای انتخابشان به رئیس جمهور افغانستان برای بار دوم. او برادرها، او خواهرها، یک گپ براتون بزنم،
خدا شاهد است من گپ براتون بزنم. شما فکر نکنین که من گپا رو برزی میزنم که چون خود من هم مسئول یک تلویزیون هستم، من مستحق یک وزارت هستم. نخیر، من دمی آقای داودزای اگه صدای من میشتن، دمی لوی جرگه ساختگی که در کابل برگزار کردن، از من دو دفعه دعوت شد. حتی در تالار لوی جرگه از من تشکر کردن که حضور داره. من اشتراک کرده بودم و من معذرت خودم برای آقای داودزای با شناختی که ازش داشتم برش معذرت خود هم ابراز کردم. گفتم من با کمال معذرت که من اشتراک نمیکردم، اگرش من کنم کارای هم نیستم، اما بازم شاید میخواستم که بگوین که نمو افراد و اشخاص که در خارج هر روز انتقاد میکنن و حکومت به بعد انتقاد میگیرن، مخصوصا حکومت وحدت ملی، امروز خیلی خودشان چرا آمدن در ایلوی جرگه اشتراک کردن. بر صورت دوستان ارجمند هموطنان گرامی، این بود برنامه امروز نگاه یا کتنه که خدمت شما تقدیم شد. انشاءالله دیدار بعدی ما فردا سر ساعت 11 از شبکه جهانی آریانا افغانستان خواهد بود. خداوند یار و یاور همه ایتان.